وفی اموالهم حق السائل والمحروم، و در اموال خودشون حق قائل بودن. برای کی؟ برای سائل و محروم. فرق بین سائل و محروم اینه، سائل اون است که سوال میکنه، خب چی؟ محروم اون است که بیچاره سوال نمیکنه، عفیف خجله، سوال هم نمیکنه، گرسنگی رو میخوره، بیچارگی رو میکشه، سوال نمیکنه. انسان در مال خودش باید حقی قائل شه، بده به سائل و محروم. یه کسی اومده اینجا میگه که دو نفر اومدن پیش من، بیا آقا من زیدن بچه دارم، خب 5000 تومان مقروض، چند ساله نمیتونم اینو بدم. شما اگر کسی از زکات بده به کسی نگو اسم من نبر، بگو بیاره بده اونو خیلی بود. باز یه نفر دیگه اومد گفت من 6000 تومان مقروضم، چند سال نمیتونم بدم. گفت قرض الحسن، ربام نیست، قرض الحسن گرفتم، قالی ها بگوشم گرو مرتیه قالی من اینه میگه تا 6000 تومانش ندم. خب این بیچاره ها سوال محروم هم دیگه، خدا هم که گفته آتو زکات به این نمیده، میرن خمسشونو 10 میلیون ده با آخون. و خمس خدا نگفت، سهم امام نگفته، گفته آتو زکات، زکات در تمام تهران کسی نمیده. خیلی تعجبه ها، 10 میلیون 15 میلیون مسلمان یه نفر زکات نمیده، اما گروه گروه من سهم امام میدن. سهم امام یعنی چی؟ کدوم امام گفته من سهم دارم؟ پیغمبر سهم امام میگرفت؟ نه. علی سهم 5 سال خلافت کرد، در تمام خلافتش یه درهم نه خمس گرفت نه سهم امام. سیدم منحصر بود به علی و دو فرزندش، به عقیل و مثلا بچه هاش، حاصله کم بودن اون زمان. اگر همه مسلمین میفرستاد علی میگو به الله خمس واجبه بدید، علی میلیارد ها میشد. نگرفت خلفا هم نگرفتن. عجب، من تاریخ من تعجب میکنم، خلفای بنی امیه همشون پولکی بودن، اما نمیدونستن خمسه، هیچ کدوم خمس نگرفت، چون نمیدونستن بیچاره که در اسلام خمسه. سادات بنی عباس، خلفای بنی عباس سید بودن، بنی عباس من سیدم، خلفای بنی عباس با اینکه سید بودن، خلیفه بودن، قدرت داشتن، میتونستم بگم یک نفرشون یک درهم خمس نگرفت. اونا هیچ خود نه علماشون فهمیدن نه خودشون. علمای حجاز هم من اصلا میگم خمس نگرفت. مصر علمای مصر، یه مصری آمده بود قوم، نگاه کرد تو معصی فیجه دید پر از آخونده، لور میزن از آخونده. پرسید که ادمن پرسید که آقا بودو این هم خریجونو کی میده؟ بوجه اینا رو دیگه بودم اون سهم امام رفت و فکر کنم اون سهم امام چیه؟ نمیدونه اگه رفته نمیدونه. اما متاسفانه ملت ما اصلا زکاتی قائل نیستن، در تمام تهران یک شای کسی زکات نمید، اما سهم امام خمس که نه خدا گفته نه پیغمبر گرفته. اگر علی در زمان خلافتش خمس میگرفت میلیاردر میشد از تمام ممالک اسلامی، یمن و شام، یمن و کوفه و ایران و یمن، عدن، کجا حجاز و همه در تحت سلطنت علی. اگر علی میخواست خمس سهم امام بگیره میلیاردر میشد، اون نگیره. یعنی علی نفهمید که خمس باید مردم بدن، زکات رو به زور میگرفت اما خمس رو نگرفت. چرا؟ چون من میدونست علمای ایران خیلی استاده، اینا فهمیده خمس هست در اسلام، علی ملتفت نشده، علمای حجاز نفهمیدن، سلاطین بنی عباس نفهمیدن، سلاطین بنی امیه نفهمیدن، خلفای راشدین هیچ که نفهمید، علمای ایران فهمیدن. این چقدر استاده، معلوم میشه که میگن اعلم العلماء راست میگن.
اعلم العلماء اینا، اینا فهمیدن خمسه امام هست، واجب است که بگیری، اما اونا هیچ کنون نفهمیدن.